باورهایی که در ظاهر اختلافاتی حل نشدنی بر سر تقدیر و سرنوشت بشر دارند و در طول هزاران سال میلیون‌ها نفر در نبردهای خونین بر سر این اختلافات جان خود را از دست دادند. اما در باطن همه در پی یک هدفند، اسارت انسان. این بخشی از نظرات دیوید آیک در این کتاب درباره منشأ ادیان گزین و اهداف کسانی که اونها رو به وجود آوردن. در ویدیوهای پیشین به روایت دیوید آیک از ترجمه های این مرد از مکتوباتی پرداختیم که به اسم ادای کهن شناخته میشه. روایتی که تا حد زیادی با ادای ایسلندی که بیشتر به عنوان اساطیر اسکاندیناوی شناخته شده متفاوته. از جمله در ادای کهن شخصیت‌هایی رو به عنوان رهبران فرقه اژدرمار داریم که تثلیث مادر، پدر، پسر رو شکل دادند. در روایت اساطیری این فرقه که در باور آک نمادی از رپتیلیان ها با کشته شدن ملکه یا ایزد بانوی هستیش به دست تور، ایزد سرشناس اسکاندیناوی از بین میره. ولی در برداشت آیک قدرت این ایزد بانو با مرگ نابود نمیشه، بلکه اون به دنیای زیر زمین رفته و از همونجا و در سایه با استفاده از عوامل نفوذیش در جامعه انسان ها همچنان کنترل امور دنیا رو در دست داره. در این برداشت عوامل فرقه اژدرمار که در سطح زمین مونده بودند بعد از فروپاشی اولیه، ابتدا بابر رو به عنوان مرکز اصلی فعالیت‌هاشون انتخاب می‌کنن و با ایجاد مدارسی سری نیروهای ویژه‌ای رو تربیت می‌کنن که به تدریج به بخش‌های مختلف دنیا اعزام میشن تا در ساختار حاکمان جوامع انسانی نفوذ کنن و به تدریج کنترل اونها رو در اختیار بگیرن. این مرکز با جهانی شدن آیین مسیحیت به روم میره و بعدها به لندن در غرب اروپا منتقل میشه تا در نهایت در عصر امروز به آمریکا نقل مکان کنه. در باور آک نشانه های این نقل و انتقالات رو هم میشه در نمادهایی دید که در روایت‌های اساطیری به کار رفتن، هم در آثار باستانی منسوب به فرقه اژدرمار و همینطور نمادهایی که عوامل این فرقه امروز به کار می‌برند. تثلیث ال وودان بالدر رو در ویدیوهای قبل بررسی کردیم که میشه مثلث مادر، پدر، پسر که به شکل‌های مختلف در آیین‌ها و باورهای مذهبی متعدد تکرار شده. در باور آگ هر زمان با تاکید بر یک تثلیث روبرو شدین، باید بدونید که با فرقه اژدرمار طرفین و البته در مواردی تاکید اصلی بر مادر پسره. یکی از نخستین نمونه ها از این دست رو در باورهای ساکنان بابل در عصر باستان داریم، یعنی جایی که نخستین مرکز فرقه اژدرمار خونده میشه و روایت اونها از سمیرامیس و تولد پسرش تموز از کهن‌ترین باورها درباره تولد فرزندی مقدس از یک باکره به شمار میره. در حالی که بابل مهمترین مرکز باورمندان به سمیرامیس و فرزندش تموز خونده میشه، به نوشته آک محدوده وان در ترکیه امروز محل پایتخت باستانی سمیرامیس بود و قبیله هم که به اسم وان در همین محدوده به سر می برد با این عنوان شناخته میشد که اسمشون بعدها به این صورت در میاد و میشن همون کلدانی ها در روایت تاریخی که بعد از اتحاد با مادهای ایرانی تونستن به امپراتوری آشور پایان بدن. درباره این دسته هم که جستجو کنید به روایت هایی میرسید از قدرت و مهارتی که اونها در سحر و جادو و علوم غریبه داشتند. این یادآوری رو از ویدیوهای قبل داشته باشیم که وان نام رودخانه یه که در روایت‌های اساطیری اسکاندیناوی از آب دهان فنریر فرزند لوکی در اسارت به راه افتاد و بر اساس همین روایت آک باور داره که گرگ یکی از نشانه‌های مربوط به رپتیلیان هاست. در ویدئوی قبل درباره این هم صحبت کردیم که این عبارت یعنی اولد مری از عنوان‌های ایزدبانو ال بود
و در باور آگ اونچه در آیین مسیحیت ازش تحت عنوان مری مقدس یاد میشه در واقع اشاره به این ایزدبانو ال و فرزند مری مقدس که در باورهای مذهبی مسیح خونده میشه همون بالدر پسر ایزدبانو ال هست. آگ توضیح داده که در برخی تصویرسازی ها از ال اون با نماد تمساح نشون داده شده و به نقل از این کتاب این طور نوشته که در بسیاری از سنت های ناستیک ها اژدرمار معادل مسیح دونسته شده و تا دسته ای از مسیحیان باور داشتند که پدر مسیح اژدرماری بود که بر بستر مریم باکره حاضر شده و نجات بخش نهایی رو در بطنش به وجود آورده. چیزی شبیه افسانه ای که درباره مروی جد بزرگ سلسله مروونجی روایت شده و همینطور اسکندر کبیر که درباره هر دو این روایت رو داریم که مادرانشون بعد از رویارویی با یک موجود دریایی شبیه اژدرمار اونها رو باردار شدن. به جز اولد مری از ایزدبانو ال با این اسم و این عنوان هم یاد میشه و به نوشته آیک پیروانش هر سال در روز نخست ماه می میلادی مراسم باشکویی رو در بزرگداشت اون به جا می آوردن که همچنان تا عصر امروز دوام آورده و به اسم مراسم استقبال از فصل تابستان در بسیاری از کشورهای اروپایی برگزار میشه. به ال این عنوان هم داده شده که معنیش میشه روز مقدس و به نظر آیک گروه ها و فرقه هایی که در نمادها و نشان هاشون از علامت روز استفاده میکنن به فرقه این ایزدبانو یعنی اژدرمار وابستند. آیک با این یادآوری که شیطان پرستان همیشه نوزادانی رو صرفاً فقط برای قربانی کردن به دنیا میارن توضیح داده که این نام یکی از مهمترین اسمایی که برای نوزادان انتخاب میشه و میشه در اون نشانه های از اسامی و عنوان های ایزدبانو ال رو دید. حتما با فیلمی به همین اسم یعنی فرزند رزماری هم آشنایید که ساخته رومن پولانسکیه با داستانی مرتبط با شیطان پرستان و فرزندی که در پی مراسمی شیطانی به دنیا میاد. آیک روایت ها درباره فرزند ال یعنی بالدر رو اصلی ترین الهام بخش باورهای مذهبی امروزین میدونه. از جمله بخشی از روایت ها که بر اساسشون بالدر بسیار زیبا و محبوب بسیاری از انسان ها بود و با اینکه به زیر زمین رفته دوباره یک روز بر میگرده تا در زمینی باز تولد یافته بهشت تازه‌ای رو بنا کنه. به نظر آیک شباهت تلفظ بین این دو واژه سان و سان به معنای پسر و خورشید هم باعث انحراف ذهن انسان ها شده، چون اونچه تحت عنوان پسر خدا در باورهای مذهبی معرفی میشه در واقع خود خورشیده و بازمانده از آیینی کهن در پرستش خورشید که پیشینش به تمدن های افسانه ای آتلانتیس و لموریا میرسه. توضیح بیشتر آیکین طوره که نمادها نقش مهمی در آیین‌های کهن داشتن و یکی از اونها این تصویره که برای نشان دادن سیر خورشید در طول یک سال استفاده می‌شد، یا درست‌تر این که برای نشان دادن سیر زمین در ارتباط با خورشید، و این همون چیزیه که به این اسم یعنی صلیب خورشید ازش یاد شده. میشه رد این نشان رو در تمام تمدن‌های کهن پیدا کرد، با دایره‌ای که زودیاک رو دورش ترسیم می‌کردن و با اضافه کردن یک صلیب چهار فصل رو نشون می‌دادن، در حالی که خورشید در مرکز صلیب و همین تبدیل شده به پسر خدا بر صلیب. دلیل دوم آیک برای اینکه نشون بده پسر خدا و آیین کهن مربوط به پرستش خورشید به هم ربط دارن به روز 25 دسامبر مربوطه، روزی که تعداد زیادی از ایزدان مهم در باورهای کهن در اون به دنیا آمدن و آخرین نفرشون مسیحیه که امروز در سال روز تولدش یکی از بزرگترین جشن‌ها رو در بیشتر کشورهای دنیا داریم. توضیح آیک اینطوره که در انقلاب زمستانی، یعنی زمانی که طولانی ترین شب سال یا همون شب یلدا رو داریم که میشه معادل روزهای 21 یا 22 دسامبر در تقویم میلادی، اینطور استنباط میشد که انرژی خورشید در پایین ترین سطح خودشه، چون اون مرده و به مکانی تاریک رفته
ولی سه روز بعد یعنی در 25 دسامبر سفرش رو دوباره شروع میکنه و در تابستان به اوج خودش میرسه که میشه انقلاب تابستانی در روز اول تیر ماه. یعنی خورشیدی که سه روز بعد از طولانی ترین شب سال در روز 25 دسامبر به دنیا میومد به تدریج بزرگتر میشد و در طولانی ترین روز سال به مرد کامل و قوی تبدیل میشد. این برداشت تبدیل شده به روایت های متفاوتی که درباره تولد فرزندی مقدس از یک باکره در روز 25 دسامبر داریم و چند موردش رو اینجا با هم مرور میکنیم. نزدیک به 1200 سال پیش از تولد مسیح روایتی رو در شرق داریم درباره تولد کریشنا از یک باکره. خود کریشنا صورت انسانی خدایی به این اسمه و در بخشای مهمی از روایت‌های حماسی مهابهاراتا حضور داره. در یکی از روایت‌ها درباره کریشنا اینطور اومده که پیش از تولدش حاکم مستبد وقت در یک پیشگویی از تولد کسی با خبر میشه که بناست به حکومتش پایان بده و برای همین دستور کشتار تمام کودکان پسر زیر 2 سال رو صادر میکنه، ولی کریشنای نوزاد از این کشتار جان سالم به در میبره. اون در حدود 30 سالگی جان خودش رو از دست میده و به دنیای زیر زمین فرو میره، ولی بعد ازش بیرون میاد و عروج میکنه. باورمندان به کریشنا معتقدن که اون یک روز سوار بر اسبی سفید بر میگرده تا مرده ها رو قضاوت کنه و با شاهزاده شیطانی بجنگه. آتیس در روز 25 دسامبر از مادری باکره به دنیا میاد و یک نجات بخش خونده شده. اون در یک روز جمعه به اسم بلک فرایده یا جمعه سیاه جان خودش رو از دست میده و البته بعد از اینکه جسدش رو در یک مقبره میذارن 3 روز بعد از اونجا ناپدید میشه و به عالی رتبه ترین درجات عروج میکنه. جسم آتیس به صورت نمادین با نان نشان داده میشد و در مراسمی ویژه همین نام به پیروانش داده میشد تا اون رو بخورن و با آتیس یکی بشن. روایت ها درباره میترا هم شباهت زیادی به ایزد نجات بخش داره. اون در روز 25 دسامبر به دنیا میاد و با مهر یا خورشید نسبت نزدیک داره. میترا در واپسین شبی که در نزد انسان ها بود آخرین شام رو در کنار 12 همراهش میخوره و مراسم ویژش هم در غارها یا مکانهای شبیه غار برگزار میشد. یک شنبه از روزهای مقدس میترا خونده شده که به خورشید ربط پیدا میکنه و نامش یعنی ساندی هم از خورشید میاد. آگ این نماد یعنی شیری رو که یک مار به دورش چرخه زده و از روایت پیشین میدونیم که به زوروان ربط داره، نمادی مربوط به میترا میدونه و شیر و مار رو هم از نمادهای اصلی فرقه اژدرمار معرفی میکنه که در کنار میترا هستن. در فهرستی که آگ از شخصیت‌ها و ایزدان اساطیری تهیه کرده، اسامی آشنای زیادی دیده میشن که بخشی از سرنوشتشون شبیه روایت‌هایی هن که مرور کردیم و تازه ترین نسخه‌شون رو در داستان امروزین مسیح داریم، ولی به نوشته آگ به جز کتاب‌های مذهبی در هیچ یادداشت و نوشته کهنی از مسیح یاد نشده. بر اساس اونچه درباره مسیح روایت میشه میدونیم که اون در دوره‌ای در فلسطین بود که خط و کتابت وجود داشت و طبیعتاً با در نظر داشتن اتفاقهای عجیبی که درباره‌اش روایت میشه باید نشانه‌هایی ازش رو در نوشته‌های تاریخ نویسان پیدا کرد، ولی اینطور که آیک نوشته در حالی که بیش از 40 نویسنده و تاریخ نویس شناخته شده در اون دوره یعنی همزمان با مسیح زندگی می کردن، در هیچ جا از نوشته هاشون ازش یادی نکردن، یعنی نه از پیامبری به اسم مسیح اسم برده شده، نه از کسی که نابینایی رو بینا کرده یا آبی رو شراب، یا حتی به اینکه هرود حاکم وقت دستور قتل دست جمعی نوزادان پسر رو در یک دوره داده باشه. آیک به کتاب نویسنده به این اسم هم استناد میکنه که بر اساسش
در دیوارهای معبد لوکزور در مصر و در بخشی از اون به این اسم تصاویری حک شده که بسیار شبیه داستان مسیحه. از جمله در یکی از صحنه ها ایزدی که بشارت دهنده خدایان حساب میشه در حال ستایش باکره دیده میشه با این وعده که اون به زودی پسری رو به دنیا میاره. در صحنه خدایی به این اسم در حال باردار کردن باکره با روح مقدسه و در صحنه بعد نوزادی دیده میشه که بر اریکه نشسته و از سه روح هدیه هایی رو دریافت میکنه و خودش به اسم باز تولد یافته خدای خورشید ستایش میشه. حتی شکل روایت مربوط به ستاره درخشانی که محل تولد مسیح رو به سه مرد فرزانه نشون میده هم میتونه به باورهای مسیحیان ربط داشته باشه، به این صورت که سه ستاره کمربند اوریون نمادهای سه مرد فرزانه هستن که رسیدن ستاره شباهنگ رو خبر میدن، یعنی ستارهی که به اوسایریس و هوروس یا همون نمادهای پدر و پسر در تثلیث مصریان ربط داده میشه. به همین صورت بحث 12 یار مسیح که به نظر میرسه عددی جهانی برای همراهان خدایان و افراد مقدس باشه. همونطور که در بحث میترا مطرح شد، اون 12 همراه داشت. همینطور هوروس و بودا و شاه آرتور و بسیاری از شخصیت‌های باستانی و اساطیری که نمادی از خورشید بودند با 12 همراه همیشه هستند. به نوشته آیک این تاکید بر عدد 12 هم از نماد خورشید در آیین پرستش خورشید میاد و نماینده ای از 12 ماه سال و نشانه های زودیاک. به طور نمادین هم خورشید به صورت یک انسان تصویر میشه و نشانه های زودیاک به عنوان 12 یار همراهش. در باور آیک اینها همه ریشه در مذهبی باستانی داره که پیروانش نمادهای خودشون رو به شکل واقعیت‌های تاریخی ارائه کردن تا بتونن زندانی رو به اسم مذهب به وجود بیارن و البته این بند رو هم اضافه کردن که در صورت نپذیرفتن یا رد باورهای مذهبی از این دست تنبیه میشید و راهتون به جهنم ختم میشه. برای اطمینان از ثمر بخش بودن کارشون هم نه یک مذهب بلکه چندین مذهب و فرقه مختلف رو برای محکم کاری به وجود آوردن که با وجود داشتن یک ریشه مشترک در ظاهر اختلافاتی رو با هم دارن و همین زمینه و بهانه‌ای شده برای هزاران سال خشونت، خونریزی و نفرت بیشتر بین انسان‌ها. چیزی که به نظر آک مهمترین منبع تغذیه است برای کسانی که کنترل واقعی جامعه انسانها رو در دست دارند. بخشای پایانی این کتاب آک شباهت زیادی داره با اونچه قبل‌تر از این کتابش مرور کردیم درباره ارتباط شخصیت‌های کنونی حاکم بر کشورهای دنیا با هم و تلاش اونها برای ایجاد جهانی یک دست با انسان‌های شبیه هم که به عنوان منابع اصلی انرژی حاکمان واقعی این دنیا مرتب در تقابل فیزیکی و روانی با هم هستند. اون در بخش‌های پایانی بحثش و به عنوان توصیه کلی برای کم کردن تأثیر نیروها بر زندگی شخصی بر ضرورت احترام متقابل بر تفاوت بین انسان‌ها تأکید می‌کنه و باور داره که هر کدام از ما باید ترس از متفاوت بودن رو کنار بذاریم و به جای تلاش برای همرنگ شدن با بقیه انسان‌ها و شکل دادن جامعه‌ای یکسان که همراستا با رهبرانشون فکر می‌کنن و واکنش نشون میدن، قدرت تعقل و استنتاج خودمون رو در کنار خلاقیت و نوآوری شخصی به کار بندازیم تا سبک زندگی منحصر به فرد خود رو با دیدگاه‌ها و واقعیت‌های درونی خودمون داشته باشیم. تنها در چنین حالتیه که میشه انسان‌ها رو از حالتی مشابه دسته‌های حیوانات اهلی تحت کنترل نیروهای بیرونی خارج کرد. اون باور داره که این شرایط تنها در زمانی فراهم میشه که هر کسی بتونه در آزادی و امنیت و بدون ترس از مسخره شدن خود واقعی خودش باشه، با تمام تفاوت‌هایی که ممکنه با اکثریت جامعه داشته باشه. این ویدیو بخش پایانی مرور نظریات دیوید آیک در این کتاب بود و احتمالاً بخش‌های خیلی ریزی رو که از بحث‌هاش مونده در فرصت‌های بعدی به صورت ویدیوهای کوتاه منتشر می‌کنیم. شما هم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره.